رسیدیم به تاپ 10 برنامه‌مون از یه دختر خانم تک و ناب. دیگه این سری نوبتی هم باشه، نوبت خانماست. باران عزیز، دوست خوب خودم، که تو برنامه‌های قبلم ازش کار جدیدش تظاهر دیده بودیم و من براتون یه کوچولو از بیوگرافیش گفته بودم، اما این سری میخوام همه چی رو از زبون خودش بشنوین. یه مصاحبه خوب با باران داشتم که بدون وقت تلف کردن میریم با هم گوش میدیم. بعد از اون میریم یه ویدیو خوب ازش میبینیم که اولین کار هنری باران بود که با جمشید با هم به زیبایی هشت تموم اجراش کردن با موزیک و تنظیم عماد نکویی. سلام باران جان، خوبی عزیزم؟ بهارم از استودیو دریملند بهت زنگ میزنم، حالت چطوره؟ سلام بهار جان، شده که حالت خوبه. سلام عرض کنم خدمت همه همکاره عزیزتون و همه بیننده و شنونده های محترم برنامه‌تون. قربونت برم عزیز دلم، مرسی از اینکه وقت تو بهمون دادی. میدونم که الان دیر وقته، ساعت چنده اونجا الان لس آنجلس؟ خواهش میکنم ساعت 11:20. او مای گاد، اینجا ساعت 4:00 بعد از ظهر. میدونم وسط کارت هستی، استودیو هستی، تو بریک تایمت وقت بهم دادی، خیلی ممنونم باران جونم. خواهش میکنم، فدات بشم عزیزم. من توی برنامه قبلی ازت آخرین و جدیدترین کار تظاهر رو گذاشتم و واقعا عالی بود، تاپ 10 برنامه من بود و همه بیننده ها دوستش داشتن. اونجا با اجازهت یه بیوگرافی کوچیک ازت گفتم، ولی میدونم که همه بی صبرانه منتظرن از صدای خودت از راجبت بدونن. یه کوچولو از کوچولویات، از بچگیت، میدونم هنوزم کوچولویی، ولی از اینکه کجا بزرگ شدی، کجا به دنیا آمدی، چه درسی خوندی، از پدر مادر خوبت برامون بگو، ما میشنویم. حتما. من در ایران به دنیا اومدم، شهر مهاباد در کردستان ایران. ببخشید من یه ذره صدام گرفته، سرما خوردم یه کوچولو. بعد اون تقریباً 10-11 سالم بود که از ایران خارج شدیم، اومدیم به کشور کانادا در شهر اتاوا زندگی کردیم، که اول در قسمت کبک، در ایالت کبک فرانسوی زبان زندگی میکردیم. اونجا من دیپلممو گرفتم به زبان فرانسوی و بعد دیگه موو کردیم به شهر اتاوا که میشه کپیتال سیتی کانادا. اونجا دانشگاه رفتم، دو تا رشته خوندم، رشته توریسم اند تراول و بیزنس. اونا که تموم شد دیگه اومدم سراغ میوزیک، چون که دیگه با خیال راحت میتونستم کارم رو انجام بدم بدون این که دیگه فکر امتحانات باشم، فکر درس و اینا باشم. و تو این کار من خب قبلش هر من 13-14 سالم بود که رفتم تو کار موسیقی بین المللی، یعنی آمریکایی، که با چند تا پروڈوسر خیلی خیلی خوبه بین المللی کار کردم و آلبوم هم ضبط کردم، ولی خب دلایلی نشد و خانواده بیشتر دوست داشتن که من ایرانی بخونم. آها، تو زبان انگلیسی خونده بودی؟ بله. و دیگه از اونجا شد که من دیگه شروع کردم به ایرانی خوندن و اومدم توی مارکت ایرانی. خیلی هم عالی. اولین کاری که ازت شنیدیم اگه اشتباه نکنم آهنگ حس عاشقی بود که با جمشید عزیز خوندی، درسته؟ بله درسته. خیلی زیبا، خیلی عالی بود. چه سالی بود اون باران؟ آخرای 2009 ما این آهنگو ضبط کردیم، ویدیو رو گرفتیم و دیگه من اون موقع هنوز کانادا زندگی میکردم و به خاطر ضبط کار و ویدیو من یک هفته اومدم لس آنجلس، کار رو ضبط کردیم و من برگشتم که تا کار ویدیو و اینا همه چی آماده شد دیگه شده بود بکنم اول 2010. توی یه هفته اون کار خوب رو جمعش کردی نه؟ آره، که این آهنگ رو آقای عماد نیکویی ساختن و تنظیم کردن. من دفعه اول که برای من گذاشت تیکه فقط خیلی کوتاه بود که برای من گذاشت، من انقدر دوست داشتم این ملودیو که واقعا منو گرفت و بعد اون دیگه با آقای جمشید این آهنگ رو خوندیم، ایشون هم به من محبت کردن و با من خوندن این آهنگ رو و همینطور که شما میرید خودم نهنگو خیلی دوست دارم، اول نهنگ بکنم ایچ وقت از یاد آدم نمیره. خیلی عالی بود و من خودم وقتی گوش کردم میدم واو خدای من این دختر کیه. خیلی خوشحال شدم، خیلی دوست داشتم. بعد از اون دوباره رفتی کانادا و بعدش دوباره حالا بعد از یه مدتی برگشتی امریکا و الان هم ساکن لس آنجلس هستی نه؟ بله. اینجا خب من اینجا زندگی نمی کنم جوری که همیشه اینجا باشم. من یعنی نصف سالو کانادا هستم، نصفشو میام اینجا. خب بیشتر موقعم تو سفر هستم به خاطر کنسرت ها و اینا، ولی خب بیشتر سعی میکنم پیش پدر مادرم باشم توی کانادا.
بله. خیلی هم عالی. از سفر و کنسرت گفتین، اخیراً میدونم که کنسرت بودی و بگو ببینم کجاها بود تا یه سوال مهمتر ازت بپرسم. کنسرت اواخر در اروپا بود، اینجا در لس آنجلس در شهر اورنج کاونتی بود، در ترکیه، ترکیه بودیم و بیشترشون اروپا بودن. ولی چطور بود؟ خوب کانادا هم بودیم. کانادا هم بودیم. بله عالی عالی. بله معنی که برنامه عالی. خدا رو شکر. خدا رو شکر ان شاء الله که به زودی استرالیا هم میای و اینجا فقط مونده که نیومد. اتفاقا خیلی دوست دارم. با خودت داشتم صحبت می‌کردم چند روز پیش راجعش. من خودم خیلی دوست دارم اونجا بیام. ولی یه ذره دوره ولی ان شاء الله که این موقعیت پیش بیاد که اونجا بیام و هموطنا رو ببینم، خودت رو ببینم. قربونت برم عزیزم، باعث افتخاره. باران جان یه سوال دارم، میخوام بیننده ها بدونن چون من میدونم، میخوام در مورد مسابقه بزرگ بیگ اپل میوزیک وارد برامون بگی که میدونم گل کاشتی، نه یه بار دو بار. مرسی. اولین بار پارسال بود، سال 2015 که این بیگ اپل میوزیک واردیه که یعنی فقط خواننده های ایرانی نیستن، همه خواننده های جهانی رو، کسایی که مثلا ویو زیاد داشتن یا رأی مردم هستش توی وبسایتشون که چند نفر رو کاندید میکنن و هر کسی بیشتر رأی بگیره اونا رو انتخاب میکنن، که پارسال من بودم و آقایان کامران هومند و امسال من هستم، شهیات هست، کامران هومند، خانم لیلا فروهر، آقای اندی عزیز در ایرانی. ولی خب پارسال یه ذره هنرمندا کمتر بودن به نسبت امسال، خیلی بیشترن. یعنی پارسال مثلا خانم هایفا بود، خانم خیلی ها بودن، ولی خب امسال خیلی بیشترن و واقعا برای من افتخاره و ممنونم از همه مردم که رأی دادن و از روز اول پشتیبانی کردن، سپورت کردن. یک دنیا ممنونم واقعا. اگه به خاطر این مردم عزیز نبود، من هیچ وقت نمیتونستم به همچین جاهایی برسم و برنده شدن این اوارد رو من واقعا نمیگم خودم برنده شدم، همه ما، همه طرفداران، کسایی که پشتیبانی کردن باعثش بودن و ممنونم از همه یک دنیا. قربونت برم عزیزم، ما هم از تو ممنونیم که این افتخار بزرگ نصیب ما شده. دختر خوشگل ایرانی، خیلی خوبه. مرسی گلم. باران جان به هم گفتی که داری یه آلبوم جمع میکنی، درسته؟ درست. تا کجاهاش پیش رفتی؟ تا درصدی بگم؟ آره الان خب بیشتر کارا جمع شده، در حال تنظیم هستن و یه سری ها رو رکورد کردیم، فقط مونده میکس و مستر بشن و خب سعی میکنم تو جایی که بتونم یه چند تاشون رو ویدیو بکنم و یه مجموعه بشه از یه داستان و یعنی آهنگ به آهنگ یه داستان باشه و دیدارم سعیمو میکنم. یعنی من چون سال پیش قول دادم، گفتم مثلا سر فلان تایم آلبوم تموم میشه و نشد، نمیخوام دوباره بد قول بشم بگم کی دقیقا ریلیس میشه، ولی خب من دارم تمام سعیمو میکنم که تا اول پاییز آخر تابستون حتما به اتمام برسه. اینشالله که ما هم بر دعا میکنم که زود 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 بشه. فقط باران همه رو فارسی خوندی یا نه انگلیسی یا زبانهای دیگه هم توش هست؟ الان سورپرایز بمونه بکنم از قطع دارم پرسیدم باشه ایزم میدیدم میتاییم سورپرایز. اوکی ما که همه چیم سورپرایز، این هم سورپرایز. باران جان نمیخوام زیاد وقت تو بگیرم چون میدونم از استودیو اومدی بیرون و بریک تایمت هست، دیر وقته، شنبه شبه. دلم میخواد آخر برنامه من هر چی که دوست داری به مردم بگی، دوست دارم یه کوچولو به زبان کردی هم اینجا برای هموطنامون که واقعا عاشقتن صحبت کنی، اگه میتونی، اگه بلدی، یادت مونده و اینکه بلدم. عالی، بگو برامون عزیزم. اول از همه چی باز میخوام تشکر کنم از خودت، از همکارای عزیزت که دعوت کردین و زنگ زدین، خیلی خوشحال شدم. و اینکه تشکر کنم از همه هموطنان عزیز که تا به امروز منو سپورت کردن، چون من هنوز خواننده جدید هستم و تازه نفسم و اگه سپورت مردم عزیزمون نبود من
هیچ وقت نمیتونستم به جایی که الان هستم برسم و من تمام سعیمو همیشه میکنم که بهترین کارها و با بهترین کیفیت رو تقدیم همه بکنم. و برای هموطنان عزیز کردم هم کردی بگم الان از لولا هموطن هیوادارم که لحظه ایکی دومیان هر باش بین شاد بین زور سپاس بوی که همیشه پشتیوانی من هم و اوی که من قولو پیدادم که گرانی کردی حتما دلن 100% فقط خیلی کم کاری که تون دم هر بجانی بیتر داره کمی کاری وقتم داره هر اونده زور سپاس بوی و هر بشین خوشم دارم من دارم این هم کردی دیگه چرم فرم بگم فوق‌العاده بود. من حالا یه چیزایش رو فهمیدم ولی عالی بود، عالی بود عزیز دلم. برات فقط آرزوی موفقیت و خوشبختی میکنم، همینجوری محکم به کارات ادامه بده، روز به روز شاهد موفقیت های بیشترت باشیم و لذت ببریم. خودم عاشقتم و به امید دیدارت زود زود تو استرالیا. یک دنیا ممنون، مرسی عزیزم، فدای تو بشم، متشکرم، مرسی از دعوتت، فدای تو بشم عزیزم، به امید دیدار، شب خوبی داشته باشی، فعلا خدا نگهدار، میبوسمت، ممنونم، ممنون، خدا نگهدار.